أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والغاصية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا الى صراط مستقیم. بعد از اینکه جریان بخشی از انبیاء علیهم السلام را ذکر فرمود و برخورد امتهای اونها را با انبیاء علیهم السلام ترک کرد، پاداش مؤمنان اونها را ذکر فرمود و کیفر تلخ معاندان را ترک کرد، برای اینکه مطلب بعدی را با تناسب ارائه کند یک خطاب عمومی دارد و یک طرح جامع. خطاب عمومی این است که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به همه مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان بگو انما انا لکم نذیر مبین، شما مسافری با مرگ هجرت میکنید به محکمه عدل اله می روید، چون که در دنیا هم با حساب الهی روبرو هستی. اگر کسی ایمان آورد و از در عقیده تام شد و این عقیده رو به عمل مرتبط کرد و عمل صالح انجام داد، هم لغزش های او بخشوده می شود، هم از رزق کریم برخوردار است. خوراکی ها و پوشاکی ها و مسکن ها و امثال ذلک را کمتر به رزق کریم یاد می کنند، اون رزقی که به کرامت انسان مرتبط است، نظیر معارف، نظیر عقاید، نظیر کشف های علمی، نظیر درجات معنوی و مانند اونها، اینا رزق کریم است که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه از نبوت به عنوان رزق حسن یاد کرده است. پس گذشته از تأمین نیازهای دنیایی، از رزق کریم هم اونها را برخوردار میکند، علم خوب عطا میکند، شرح صدر عطا میکند، سعی صدر عطا میکند و مانندون. در قبال و لذین مقابل اینها و لذین سعو فی آیاتنا، مقابل الذین آمنوا و الذین کفروا، مقابل عمل الصالحات عمل السیئات است. ولی برای اینکه این یک سرفصلی است نسبت به مطالب بعدی، تعبیر مقابل الذین آمنوا این شد که و الذین سعوا فی آیاتنا، نفرمود اونا که کافرند و معصیت میکنند، او در بخشای دیگر فرمود. اون چه که مناسب با آیه بعد است همین تعبیر است، کسانی که در باره آیات ما سعایت میکنن، بدرفتاری میکنن نسبت به عقاید دین مسلمان ها، نسبت به اخلاق مسلمان ها، نسبت به قوانین اسلامی سعایت میکنن، بدرفتاری میکنن، سعی و کوشش میکنن که اینها را بد جلوه نشون بدن، مشوه نشون بدن و مانند آن، این گروه اصحاب جهیمن. و الذین سعوا در باره آیات ما، که آیات ما را به صورت سحر و شعبده و کهانت و جادو و طلسم و اینا معرفی کنند، یک.
قوانین ما را ارتجاعی و عقب افتاده معرفی کنند، دو مسلمان ها را به عنوان وازده و وامانده معرفی بکنند، سه این گروه اصحاب جهیمند. خب مقابل الذین آمنوا و عملوا الصالحات الذین کفروا و عملوا السیئات است. لکن اون که مناسب با آیه 52 است که مطلب جدیدی است همین تعبیر است، لذا این را در مقابل الذین آمنوا ذکر فرمود. و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اینا میخوان معاجز باشن، معجز باشن، یعنی ما را به عجز بکشانن، خودشون جلو بیافتن. در مسابقات اون که جلو میرود معاجز است، لذا از او به مسابق تعبیر کردن. این که عقب میافتد این مسبوق است. در بخشایی از قرآن کریم فرمود اونا معجز نیستن، یک اونا معاجز نیستن، دو ما مسبوق نیستیم، سه ما همیشه سابقیم، حرف اول رو ما میزنیم. اگر اونها معاجز باشن دین ما به عجز میفتد، رهبران دین به دنبال میفتن، میشن مسبوق، اونا برندن. ولی اونها معاجز نیستن، اونها معجز نیستن که دین و رهبران دین را عاجز کنن، خودشون بشن سابق، رهبران دین بشه مسبوق، این طور نیست. در سوره مبارکه واقعه تعبیر قرآن کریم این است که آیه 60 قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. ما در صحنه خلقت در میدان کیهانی هرگز ما عقب نمی افتیم، یعنی اراده خدا، دین خدا، دستورهای الهی مسبوق نیست، ما همیشه سابقیم، اولی حرف خدا می زنه، دین خدا می زنه و مانندو. پس اینها در صدد آنن که ما را به عقب برانن، بشن معاجز، بشن معجز، بشن سابق، ولی دین ما به عجز نمی افتد، دین ما مسبوق نمی شود، دین ما هم پویاست. فرمود والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یعنی در این صددن، در حالی که در صدد این که دین را به عجز بکشند اصلا اینا اصحاب جهیمه. حالا این صرفه است، تناسب این صرفه است با آیه بعدی خوب روشن می شود. فرمود این یک مطلبی است مربوط به نوبت عامه، همونطوری که در بخشای از سوره نحل مانند آه نه فرمود هیچ امت و ملتی نیست مگر اینکه رهبران الهی از طرف خدا میان اونها رو هدایت میکنن، حالا یا پیغمبرن یا امامن یا عالمان دینن که از طرف خدا و پیغمبر مأموریت پیدا میکنن، دین خدا را تبلیغ میکنن، و هیچ ملتی و هیچ قریه ای نیست که از این فضیلت محروم باشد. اینا جز احکام نبوت عامه است. در همین بخشا هم فرمود به این که هر جا پیامبری بود یه عده‌ای بالاخره در صدد ایذای او برآمدند، اینجا هم مربوط به نبوت عامه است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این کارشکنی هایی که در باره دین تو میکنند این سابقه طولانی دارد، هر پیامبری که آمد همین کار را به او کردن. پس ایذای پیامبر و کفر عملی عده قبلا ذکر شده، اما توطئه دشمنان و الغای شبهات و اضلال عده و دین تراشی عده و گمراه کردن عده این همیشه بود. هر جا پیامبری بود اول با نبوت مبارزه کردن، بعد دیدن نبوت در جامعه جای گرفت، اینا آمدن ادعای نبوت کردن، شدن متنبی. این بحث در پنج طبقه قبلا گذشت، درباره ربوبیت بود، درباره نبوت بود، درباره امامت بود، درباره روحانیت بود و درباره ایمان. این پنج طبقه، پنج درجه همیشه بدلیش جعل شده بود. در جریان نبوت عده‌ای آمدن با نبوت درگیر شدن، دیدن که نه انبیا معجزه آوردن، فکرشون در جامعه جا افتاد.
بعد آمدن متنبی شدن، گفتن نبوت حق است، خدا پیامبرانی دارد، عده را می فرستد، بری ما را فرستده، نه این آقا رو. اینا متنبیانند. آمار متنبی در تاریخ بشریت کمتر از انبیا نیست. بعد وقتی متنبیان بازارشون آشفته شد، به این فکر افتادن که دسیسه کنند، در کار انبیا رخنه کنند، نگذارن کارشون در جامعه رشد کند، با ایجاد شبهه، با ایجاد وسوسه و مانند آن. این اصل کلی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این اصل حالا دارد آشنا می شود به تعلیم الهی. فرمود به ما ارسلنا من قبلکه من رسول ولا نبی. مستحضری که یک فرقی است بین رسول و نبی، که هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست، زیرا نبع یعنی خبر. انسان از اون جهت که اخبار را از طرف وحی از ذات اقدس اله میگیرد میشود نبی، از اون جهت که مأمور است یافته های خود را به مردم ابلاغ کند میشه رسول. اون نبوت جنبه ارتباط این پیغمبر است با خدای سبحان، رسالت اون جنبه ارتباط پیغمبر صلی الله علیه و سلم است با مردم. این یه فرق. اون این فرق معهود اینجا مراد نیست، برای اینکه صدر آیه دارد که به ما ارسلنا، یعنی رسولم رسالت دارد، نبی هم رسالت دارد. پس اون فرقی که بین نبی و رسول بود و اون فرق سر جاش محفوظ است، اینجا اون فرق مطرح نیست. فرق دیگری که بین نبی و رسول است این است، گفتن رسول فرشته و وحی را میبیند، با او از نزدیک گفتگو میکند، ولی نبی وحی را تلقی میکند ولی فرشته را نمیبیند که با او مکالمه کند. این فرق میتواند در اینجا منظور باشد و مطرح باشد، ولی علی حال چه وحی را بیابد بدون مشاهده فرشته، چه وحی را با مشاهده فرشته ببیند، رسالتش محفوظ است، یعنی از طرف خدا مأمور است که دین خدا را مردم ابلاغ کند. به دلیل اینکه در اصل آیه صدر آیه این است که به ما ارسلنا، فرمود به ما ارسلنا من قبلکه من رسول ولا نبی. این وقتی که رسول یا نبی احکام و حکم الهی را گرفت و به جامعه منتقل کرد، شیاطین بیکار نیستند. شیطنت گاهی به این است که اشخاص را وادار میکنند به معاصی، این در آیات دیگه است. الان اینجا مشکل فرهنگی و شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی مطرح است. یه وقت است که شیطان وسوسه می کند که انسان معصیت می کند، او در آیات دیگر مطرح است. عنصر محوری این آیه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی است. فرمود به این که هر پیامبری را که ما فرستادیم احکام الهی را، آیات الهی را که بر مردم می خواند، اینا بین تبلیغ اون پیغمبر صلی الله علیه وسلم و گوش مردم و قلب مردم در اینجا فتنه‌گری میکنن، در اینجا وسوسه میکنن، در اینجا آشوب و شبهه ایجاد میکنن، در اینجا مغالطه میکنن و مانند آن. فوق ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. این تمنا هم به معنای تلاوت است، هم به معنای امید داشتن به نشر معارف و احکام و حکم الهی. وقتی همچه کاری را پیامبر کرد، الغ شیطانو فی امنیته، نمعاذ الله در حوزه قلب پیغمبر راه دارد اونجا، چون معصوم و مسون است بالقول المطلق، اونجا به هیچ وجه راه ندارد. همین که به جامعه منتقل شد، در سطح جامعه با ایجاد شبهه، با ایجاد شهوت، با ایجاد انگیزه های علمی شبهه ایجاد بکند و این رو عقب افتاده تلقی میکند و مانند آن. خب الغ شیطانو فی امنیته، تا اینکه مردم نپذیرن. خب همه مغالطات که حالا 13 قسمش در منطقه آمده است، اینا دستباف شیطانه.
یعنی موضوع را به جای محمول نشوندن، محمول را به جای موضوع نشوندن، موضوع ها را عوض کردن، محمول ها را عوض کردن، روابط را عوض کردن، قضیه را به صورت مغالطه که برهان نیست برهان نما نشون دادن کار شیطانه. برای اینکه ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، این جدال باطل، این میراء باطل، این شبیخون و تهاجم محصول فتنه شیطان. شیطان اینها رو در دلهای پیروانشون القا میکنند، اونها هم دست به قلم میکنند، مینویسند یا زبون دراز میکنند میگن. پس ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، همه این مغالطات به شیطنت شیطان برمیگرده. خب شیطان هم سابقه 6000 سال عبادت دارد، سابقه 8 با ملائک دارد، اینا رو خیلی خوب بلده و میتواند شبهه ایجاد کند. کار او هم شبهه ایجاد کردن است، گره زدن بالاخره جز نفرا ساخته فی العقده، این کار رو میکنه. خدای سبحان هم کار او را ذکر میکند، یک، هم کار خودش رو بیان میکند، دو، هم وظیفه عالمان دین را تشریح میکند، سه، فرمود این کار فتنه است، امتحان خداست. هر کسی به مقام میرسد و وسیله آزمون الهی و فتنه الهی و امتحان الهی میرسد. افراد عادی امتحانشون با همین مسائل حلال و حرام و سیئات گوش و چشم و اینهاست. حوزه ها و دانشگاه ها امتحانشون به همین شبهات علمی و ایجاد شبهه و طرح شبهه و پاسخ شبهه است که ما آیا اینها در برابر این امتحان می‌لرزند یا موفق می‌شوند. مهمترین امتحان خدا نسبت به حوزه‌ها و دانشگاه‌ها همین تهاجم و شبهات فرهنگی است. مهمترین امتحان الهی در سطح جامعه برای تجار جریان رباس، برای جوال‌ها جریان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مثل مانند آن. عالم عالم تکامل است. وقتی انسان به کمال می‌رسد که در امتحان به پیروزی برسد. حالا اگر کسی نابینا بود و نامحرم و نگاه نکرد، این به درجات نمی رسد. کسی می تواند نفس اماره را، نفس مسوره را، سایر درکات این نفوس را رام بکند که در معرض آزمون قرار بگیرد. فرمود ما شما را می آزماییم، در حال حرم، در حرم هستید یا در حال احرام هستید، در این حال که شما گفتیم صید دریایی برای شما حلال است ولی صید صحرایی حرام است، این آهوها، این کبوترها، این کبک ها، اینا که در دامنهای کوهن، اینا را طرزی میرمانیم که در دسترس شما و تیررس شما قرار بگیرد. از طرفی به شما میگیم صید در حال احرام حرام است، از طرف این آهوهای بالای کوه، این حیوانهای بالای کوه رو دستور میدیم در تیررس شما نزدیک چادرهای شما بیام. ولی نبلون نکن به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، اگر خدا بفرماید در حال صید در حال احرام یا در حرم صید حرامه و صید در دسترس نباشد تیری آزمون نیست. همون در حالی که محرمی یا در حرم هستید صید صحرایی حرامه، ولی این صید به دستور ما جا به جا میشه. ما اینا رو دستور میدیم یه قدری از بالای کوه و رو قله بیان پایین در دامنش قرار بگیرن، نزدیک چادرها شما بیان که با تیر بتونید اینا رو صید کنید یا با دست میتوانید اینا رو صید کنید تا ببینید میکنید یا نمیکنید. از این طرف میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف چات نامحرم است که کنار چشم آدم عبور میدهد. از این طرف میفرماید رشوه حرام است، از اون طرف چات رومیزی و زیر میزی هم میآزماید. از این طرف میفرماید ربا حرام است، از اون طرف هم چات وامخواه را به در مغازه میفرستد تا بشه امتحان. اگر امتحان نشه کسی کمال نمیشه. اما مهمترین امتحان حوزه و دانشگاه همین شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی است. آدم اگر ندونه چه شبهه‌ای در کشور هست، از کجا می آید، راه حلش چیست و وظیفش عمل نکرده. اما هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه شیاطین در دین او رفته می کنند که مبادا جامعه این دین را به عنوان راه سعادت تلقی بکنند. این کار را اونا می کنند. یه عده که قلبشون مریض است می پذیرند. یه عده که قلبشون قاسی است بیشتر میپذیرند.
یدی که مردان الهی و اهل تحقیقن، نه تنها نمیپذیرن، در صدد ابطال این شبهات هم هستن. فرمود این راه آزمون ماست. فرمود ما و ما ارسلنا من قبل کرد من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. حالا آیات الهی را تلاوت کند، یک مرحله تفسیر کند، تبیین کند، به مردم ابلاغ کند، تعلیم کتاب و حکمت کند. مرحله برتر الغ الشیطان فی امنیته، در حوزه کارو شیطان راه پیدا کند. یعنی بین تبلیغ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صلح جامعه، اینجا وسوسه و شیطنت و شبیخون و تهاجم راه پیدا کند که مبادا مطالب صحیح به مردم برسد. سوم این کار میکند. خب ولی بعد چی؟ همون سرانجام در هر مقطع تاریخی، در هر آزمونی، حق پیروز است. این ولله عاقبت الامور یا عاقبت المتقین، این تنها مربوط به زمان ظهور حضرت سلام الله علیه نیست. در هر مقطع تاریخی دقیقه 90 حق پیروزه در هر جایی. فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان. چند مطلب را اونجا ذکر کرد. مطلب اولی که خوب بالاخره شیطنت کارش کرشاتی این کارش میکردن، نتیجه چی میشه؟ اول به نتیجه این پردازن که در کل این صحنه حق پیروز. مطلب دوم اینه که خب حالا شما چرا اجازه میدید شیطان هم چه کاری بکنه؟ شیطان که در مقابل خدا نیست. شیطان نظیر کلب معلمه. درست است که این سگ میگیره و پارس میکنه و گاز میگیره، اما بالاخره این کلبیش در دستگاه شما معلم. شما این سگ رو اغراق میکنی تا یه پارس بکنه که بیگانه فرار کنه، آشنا بیاد. خب بعد اگر کسی قصد سرقت داشت، شما همین سگ را اغراق میکنی که این رو گاز بگیره. خودتون فرمودید انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم از ذات، انا جعلنا الشیاطین للکافرین اولیاء للذین کفروا. این شیطان یک کلب تربیت شده است. درست خودش معصیت کرده و سگ هست و سگ شده و اهل جهنمه، اما یک سگی است که در نظام تکوین بیش از حد خود کاری نمی کند. در نظام تشریع بله معصیت کرده، اهل جهنمه، هر کم به دنبال او بره جهنمی است. اما آیا در نظام تکوین و آزالله شیطان در برابر خداست یا نظیر کلمه معلمه که به دستور او کار میکنه؟ به دستور خدای سبحان شیطان وسوسه میکنه و وسوسه هم همونطوری که بارها گفته شد از نعمتهای الهی، چون هر کس به هر جا رسید از وسوسه رسید. وسوسه به طرف آدم میاد، آدم مقاومت میکنه، جهاد اکبر شروع میشه. در این صحنه یا پیروز است یا شهید. اگر تا آخر درگیر بود، هی وسوسه کرد و این استغفار کرد و استعاذه کرد و تسلیم نشد و مرد، شربت شهادت نوشید، که همین است که در از علی کسی در بسترش بر محبت علی و اولاد علی بمیرد، محبت اهل بیت داشته باشد، مات شهید. این در میدان جنگ اکبر شهید شد. یه وقت است نه، اصلا به جایی رسید که شیطان را رام میکنند، اصلا خیار باطل در حریم فکر او راه پیدا نمیکنند. این پیروز است. همونطوری که تو جهاد بیرونی انسان یا پیروز است یا شهید یا تسلیم، در جهاد درونی هم به شرح زن یا پیروز است یا شهید یا تسلیم. برخی ها معاذ الله تسلیم هم. این که میگوید من هرچه دلم بخواهد میکنم، یعنی تسلیم شد دیگر، یعنی هرچه شیطان گفت این میگه چشم، این تسلیم شد، پناهنده شد. که یه دستن که یعوذون به رجال من الجن، این پناهنده شد. اما کسانی که تا آخر عمر شیطان وسوسه میکنه که این کار رو بکن، این هم همیشه درگیره، ولی خب نمیکنه این کار رو. این در میدان جهاد اکبر شربت شهادت می نوشد. این همان است که مات شهیده. یه وقت اصلا به جایی می رسد که اصلا شیطنت در حریم او راه ندارد. حالا اوجش که مال معصومین علیه السلام است، دامنش مال شاگردان خاصی اونها نظیر سلمان من نااهل البیت بمانند.
در این صحنه فرمود به این که ما این کار میکنیم در هر بخشی حق پیروز است، این یک. و شیطانم بدون اذن خدای سبحان در نظام تکوین کار نمی کند، این دو. در نظام تشریع جز اعتقاد است و معصیت کرد و کافر است و اهل جهنم، این سه. حالا چرا خدای سبحان این سگ و انداخت رو که پارس بکنه؟ برای اینکه معلوم بشه کی مریض است، یک. کی بالاتر از مرض قسی القلب است، دو. کی صحیح المزاج است صحیح القلب است، سه. کی مزهاه القلب است، چهار. شما مستحضری توی قسمت های مبالغه میگن بعضی ها مزاجشون صحیح هست، بعضی مزهاهیت دارن، بعضی ها مریضن، بعضی ممراضیت دارن. اونا که مریضن گاه خوب میشن گاهی بیماری مبتلا میشن، اما اونا که ممراضیت دارن به اندک حادثه مریضن. یه مختصر هوا سرد میشه مریضن، یه مختصر هوا گرم میشه مریضن. مزاجشون آماده است برای پذیرش مرض، اینا میگن ممراض دارن. اونا که خیر قوی هن به این آسونی ها مریض نمیشن، میگن مسها هن. اونا که جز افراد عادی هن میشه صحیح و مریض. فرمود به این که ما با این آزمون، با این پارس هایی که این سک کرده به نام تهاجم یا شبیخونه فرهنگی، یه عده که مریضن تسلیم میشن، یه عده که قلبشون قسیست بالاتر از تسلیم جز باند رسمی شیطان میشن، اما اونه که اوتور علمن این چنین نیست. بنابراین قسمت مهم محتوای این آیه آزمون الهیست برای حوزه ها و دانشگاه که شبهات را بررسی کنن، شبیخون را بررسی کنن، تهاجم را بررسی کنن، شیطنت اینها را بررسی کنن و کاملا پاسخ بدن. فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم، اولا پاکسازی میکند، گردگیری میکند، مثلا جایی رو که خواستن رنگ‌آمیزی کنن، نقاشی کنن، اول اون چرک ها رو برمیدارن، اون رنگ ها رو، اون نقیصه ها رو برمیدارن، بعد رنگ نقاشی میکنن دیگر. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم و یک حکیم و دو. چون علیم است میدونه کی شبهه ایجاد کرده و جوابش چیه، چون حکیم است محکم کاری و متقن کاری دارد، یحکم الله آیاته. خب اصل این صحنه شبیخون یا تهاجم برای چیه؟ برای امتحان است. لیجعل ما یلیجعل الله، لیجعل الله ما یلق، چون مکرر کلمه الله را در هنجام اسم میبرد، در یک سطر سه بار نام مبارک الله را میبرد، با اینکه ممکن بود بار دوم و سوم به ضمیر اکتفا کند. فرمود فینسخ الله ما یلق الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم. اینجا اگر میفهمد و هو علیم حکیم درست بود، اونجا اگر میفهمد ثم یحکم آیاته اصلا اسم ظاهر نمی آورد درست بود. اما در یک سطر سه بار کلمه مبارک الله ذکر می شود برای تبیین حضور قطعی خدای سبحان در صحنه آزمایش الهی است تو بخشای فرهنگی. لیجعل خدای سبحان ما یلق شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون، اینا که فی قلوبهم مرضون هستن، اینا گرفتار این وسوسه و شبهه زدگی هستن. این بخشای وسیعی از قلب در قرآن کریم همون عقل عملی است، یعنی اونی که با تصمیم بگیره، اراده کنه، نیت داشته باشه، اون هست که مریضه. مشکل علمی را با دخالت وهم و خیال عقل نظری درگیر می شود. اما این که فهمید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا در سوره مبارکه احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور می دهد لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل لقول المعروفا، وقتی می خواد با نامحرم حرف بزنید مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید، حرفای رقیق نزنید، نازک کاری نکنید در گفتارتون، کلمات و واژه های نازک و ظریف به کار نبرید، بلکه فیطمع الذی فی قلبه مرض،
اون که نمیتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند، قلب او مریض است. این قلب مربوط به عقل نظری نیست. این هم آیه قل للمؤمنین را خوب تفسیر میکنه و سخنرانی میکنه. اما اونجا که محور اراده و تصمیم است، او مریضه. قلب در بسیار از موارد به همون عقل عملی برمیگرد. فرمود لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن برای دو گروه، للذین فی قلوبهم مرضون، اینا در یک مرحله ضعیفتر، والقاسیت قلوبهم در مرحله قویتر. اینا میشن رهبران شبهه و تهاجم، اونا میشن رهروان. پس این شبهات را این شیاطین القا میکنن، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، و اینها که مریضن یا قاسیان صفشون را از صف مسلمون ها و مؤمنین جدا میکنن. و ان الظالمین لفی شقاق بعید، این ظلم فرهنگی است، یک باعث شق عصای مسلمین است، دو یعنی جامعه ای که واحد بود و هم یدن علی منصباهم، این را اربن اربا کرده. ببینید وقتی که سیل میآید، این کوها که اول دره ندارد، وقتی بارانهای فراوان میآید به صورت سیل، آب این سیل مسیر خودشو باز میکند، سینه این کوه را میشکافد، میاد پایین، میشه دره. وقتی که دره شد میشه دو شق، یکی اون شق است، یکی این شق دیگه، اون صفا و اون وحدت و اون انسجام را ندارد. فرمود وقتی که سیل شبهات و تهاجم فرهنگی آمد، این جامعه را به دو قسم تقسیم میکند، یک شق راست، یک شق چپ. این وقتی دو شق شدن میشن فی شقاق بعید، و چنین جامعه اون تراوت اولی رو نخواهد داشت. و ان الظالمین لفی شقاق بعید، مؤمنین در شقاق نیستن، اونا داعیه وحدت دارن، اما ظالمین در شقاق بعیدن. خب این یک طرف نسبت به حوزویان و دانشگاهیان و مردان الهی و علما چی؟ فَمُدْ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. آیات الهی که عرضه میشه عده شبه ایجاد میکنن، گروهی رو که مریضن یا قسی القلبن به همراه خود میبرن، ولی مردان حق خردمدار میبینن حرف انبیا بوی به حق میدهد، طعم حق دارد، این را میفهمن یک، میپذیرن دو، نشت میدن سه. وليعلم الذين اوتوا العلم، مبادا کسی این حرف رو بزند که بگوید من خودم 30-40 سال در حوزه یا دانشگاه درس خوندم و عالم شدم. اگر ما یه همچه حرفی زدیم، قد تقدم غیر مره چین اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. قارون هم غیر از این نگفت، گفت من خودم زحمت کشیدم، مال پیدا کردم، انما اوتیتو علی علم عندی. اگر خدایی ناکرده این خیال در ما پیدا شد که ما چندین سال درس خوندیم و چهار تا کلمه یاد گرفتیم، گفتیم دود شراب خوردیم، گفتیم تلاش کردیم، حرف همون حرفه، یعنی ما اسلامی حرف زدیم، یک قارونی فکر کردیم، دو گفتیم خودمون زحمت کشیدیم عالم شدیم، سه در همه موارد قرآن کریم میفرماد به شما دادن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این و علم الانسان ما لم یعلم همین است، علم القرآن همین است، اوتو العلم همین است، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا هم همین است. همه جا سخن از فعل مجهول است. فرمود وليعلم الذین اوتو العلم انه الحق من ربک، این حق است، یک از ناهی خدا هم است، و مسئول از هر شبه است این سه. اونگاه فیؤمنو بهی، این درجه اول. اول معرفت است، کفار عقل نظری است. بعد از اینکه عقل نظری کارش انجام داد، عقل عملی باید بپذیرد. مستحضرید که ما یه عقل داریم، یه عقیده. قضیه رو که تو منطق و راز فرمید بگن عقل، برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. این گره با سرانگشت عقل نظری است.
که انسان بین موضوع محمول گره میزند میگوید الف با از این میشه علم، اما اساره این را با جان خود بخواد گره بزند بشه عقیده. این دیگه کار عقل عملی نظری نیست، این دیگه کار حضور دانشگاه نیست، این کار مسجد حسینی است. این اون چرا که فهمید به جان گره بزند بشه عقیده، بشه ایمان. این کار با عمل صورت میگیرد. اگر خدای ناکرده انگشت این عقل عملی را سرانگشتش و دستش رو کسی بست، این گره همجور باز میمونه، کسی گره نمیداره به جان. وجود مبارک موسی کریم به فرعون ملعون گفت خب برای تو مسلم شد اینا معجزه، چرا ایمان نمیاری؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، یعنی برای تو بیان روش شد که اینا حرف خداست. خب یه تکه چوب بشه اژدها همه رو برمونه، این کجا؟ شما همه ساحرها رو آوردی دیگه، همه کارشناسان سحر رو آوردی، اونا قبول کردن که این سحر نیست، خب چرا ایمان نمیاری؟ این ایمان آوردن با فهمیدن نیست، اون عقل عملی باید این محصول علم را با جان گره بزند بشه عقیده. این دست بسته است. اگر در جهاد اکبر انسان دست شهوت و غضب را باز کرد، در حرام خوری باز بود، این حرام خوری های مستمر باعث میشه این شهوت و غضب زبان درازی میکنن، دست درازی میکنن، دست این عقل عملی بیچاره را میبندن، این میشه حاکم معذور. با اینکه علم دارد، ببینید دو تا طلبه تو حجرهشون که ثالثشون خداست، این ثالث ثلاثه است، ده ثالث این دو نفر، این خدای سبحان میبیند غیر از خدا کسی نیست. این تو سیوتی داره بحث میکنه، با اینکه فهمیده حق با رفیق اوست، به هر وسیله و دسیسه است میخواد حرف خودش هم توجیه کنه که منم میخواستم بگم. این دیگه پس فردا که آخود شد وارد جامعه شد اول فتنه است. ما تو همین حوزه ها اون وقتی که داریم مقدمات میخونیم قدم به قدم باید مواظب باشیم، در برابر حق تسلیم بشیم. اگر دیدیم حق با رفیق ماست بگیم حق با شماست، بد راحتیم. همون بار اول که دست شیطان رو ببندیم بگیم اخسر، بد بی راحتیم. فرمود اگر کسی این مراقبت را داشته باشد، من برای او کارهای سخت را آسان میکنم. الذين آمنوا واتقوا وصدق بالحسنى سن يسره لليسرى، من کارا براش آسان میکنم. وقت این با آسانی فضائل را انجام میدهد، با آسانی از معاصی میگذرد، خیلی با آسانی از حرام صرف نظر میکند. بنابراین مردان الهی که در این آزمون شبی خون و شب تهاجم فرهنگی سرفراز بیرون میآیند، از مرض مسئولند یک، از قصابت محفوظند دو، علم دارند سه، میدونند که این علم را دیگری بهشون داد، مال خودشون نیست، چهار، اینها هم تحقیق کرده میفهمند حق است، هم بعد از حق با آسانی این فهمیده را با جان خود گره میزنند. بعد از دل یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به، بعد این ایمان را شکوفا میکنن، به مقام اثبات میرسن که بشر المخبتین را در همین سوره خوندیم و اخبتوا الی ربهم را در سوره مبارکه هود خوندیم. مخبت را گفتن کسی است که در برابر خدای سبحان اونقدر تسلیم است که اگر پرنده بالای سر او باشد این سر تکون نمیده. این را از باب تشبیه معقول و محسوس گفتن. فتخبت له قلوبهم، اما فرمود این کار با تأیید الهی است. و ان الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم، این هدایت پاداشی است. اگر کسی مؤمن بود راه گم نمی کند، بالاخره راه روشن است، اما گرایش به این راه، علاقه به این راه در هر کسی نیست. بعضی می بینید همه چیزا رو شب مطالعه میکنن، آخرای شب که شد دست به کتاب میزنن. یه وقت یه طلبه است کم که وارد اتاق مطالعه شد، اول کتاباشو مطالعه میکنه و اگه فرصت کرد چیز دیگری میبینه.
این خیلی فرق است که این کسی اول ببینید گرایش افراد به چیه، کشش افراد به چیه، به کدوم طرفه. فرمود خدای سبحان برخی ها را به صراط مستقیم گرایش میده، نه هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی که شده برای اینکه اون آقا هدایت شده به ایمان آورده تو راه است. فرمود و ان الله لهاد الذین آمنوا، میشه هدایت بهداشتی. تو سوره مبارک مؤمن هست که من یؤمن بالله یهد قلبه. در بخشای دیگر فرمود این تطیعوه تهتدو. خب اینا همه هدایت های پاداشی است. یه دو قدم که انسان با کوشش و تلاشی که باز خدا بوداد بره بقیه گرایش پیدا بکنه به آسانی، چون قلب به دست مغلب القلوب است. البته این آیه هنوز بحثش مونده. فرض آن است که رسالت مهم حوزه و دانشگاه در شرایط کنونی شبه شناسی و پاسخ به شبهات است. الحمدلله رب العالمین.